سرخط خبرها. کاروان صلیب سرخ در راه ماریوپول، تردیدها درباره امکان تخلیه شهر از غیر نظامیان همچنان ادامه دارد. قرعه کشی جام جهانی 2022 در دوحه، تیم‌های راه یافته به قطر امروز رقبای خود را خواهند شناخت. اعتراض دوباره به محدودیت گسترده رسانه‌ها در افغانستان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواهان آزادی 8 خبرنگار بازداشتی شد. و زنان سینمای ایران از خشونت و آزار جنسی گسترده در این صنعت می‌گویند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید بعد از توافق با مقام‌های روسیه و اوکراین، گروهی را برای تدارک انتقال غیرنظامیان از ماریوپول به این شهر بندری در جنوب اوکراین فرستاده. با وجود این، گفته شده احتمالاً روند خارج کردن غیرنظامیان امروز شروع نخواهد شد. ماریوپول چند هفته در محاصره و زیر آتش سنگین ارتش روسیه بوده و وضعیت ساکنان آن هولناک توصیف شده. همزمان روسیه میگوید هلیکوپترهای ارتش اوکراین به یک انبار سوخت در خاک روسیه حمله کردند. اوکراین این خبر را تکذیب نکرده. منابع نزدیک به کرملین میگویند این حمله ممکن است مانع ادامه گفتگوهای صلح شود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. تلاش دیگری برای کمک به مردم گرفتار در ماریوپول در جنوب اوکراین. 3 ماشین و 9 کارمند صلیب سرخ از زاپروژیا راهی اینجا شدند. خود آنها میگویند امیدی به موفقیت این عملیات ندارند. در تلاشی مسیر امنی برای خروج غیرنظامی‌ها ایجاد کنیم و کمک‌های انسان دوستانه را هم به اونجا برسونیم. 2 تا کامیون هم از مایحتاج ضروری می‌بریم: دارو، آب و غذا. مقام های محلی میگویند ماریوپول به روی کسانی که میخواهند وارد یا خارج شوند بسته است. در روزهای گذشته هم بارها برای کمک به مردم ماریوپول تلاش شده، اما نتیجه ای نداشته. شاهدان میگویند بیشتر قسمت های شهر ویران شده. ما بلا تکلیفیم، بی خانمانیم، چقدر طول میکشه؟ جایی نیست حموم کنیم، آبی که میخوریم معلوم نیست از کجاست. تهیه آب و غذا هم سخت است. خیلی از این مردم باید ساعت‌ها در صف بمانند تا غذا دریافت کنند. مقام‌های محلی می‌گویند بیش از 150,000 غیر نظامی 5 هفته است که در این شهر زیر بمباران بی‌امان گرفتارند. این تصاویری که یک شاهد عینی از ماریوپول گرفته. بمباران بی‌وقفه و فرار به سمت پناهگاه. اینجا در بیلگاراد در روسیه ستونی از دود و آتش به آسمان رفته. یک انبار نفت در آتش می‌سوزد. فرماندار شهر گفته 2 هلیکوپتر اوکراینی در ارتفاع پایین به خاک روسیه وارد شده و به آن حمله کردند. اوکراین هنوز مسئولیتی بر عهده نگرفته. بیلگاراد در 45 کیلومتری مرز اوکراین است. در این حادثه کسی کشته نشده، اما 2 کارگر زخمی شدند. روسیه میگوید حملاتش را در دونباس در شرق اوکراین متمرکز کرده، اما اوکراین این حرفا را بی اساس خوانده. ما حرف هیچ کسی رو باور نمی‌کنیم، به هیچ حرفی که ساختارش قشنگه اعتماد نمی‌کنیم. وضعیت در میدان جنگ واقعیه. ما از هیچی کوتا نمی‌آییم و برای هر متر از کشورمون و برای هر نفر از مردممون می‌جنگیم. اینجا منطقه صفر مرزی در خارکیف. زندگی سربازان زیر سایه خطر و خستگی. معلومه که همه میترسن. به نظرم فقط آدم احمق نمیترسه. کاری در مورد این ترس نمیتونیم بکنیم. باید باهاش زندگی کنیم و کارمون رو انجام بدیم. دوستم یه چیزی میگه که درسته. میگه خانواده هامون پشت سر ما هستن. ما راه عقب نشینی نداریم. وحشتناکتر از جنگیدن اینجا اینه که خانواده هامون رو از دست بدیم. این بقایای یک هلیکوپتر اوکراینی در نزدیکی ماریوپول از طرف جدایی طلبان نزدیک به روسیه سرنگون شده. 17 نفر در این هلیکوپتر بودند، همگی از نیروهای مسلح اوکراین. فقط 2 نفر زنده ماندند. سرنوشت جنگ اوکراین مشخص نیست.
آنچه مشخص است رنج و درد مردمی است که 37 روز است زیر بمباران بی‌وقفه روسیه اند و پایانی برای آن متصور نیستند. فرین عاصمی، بی بی سی. مقام های اتحادیه اروپا امروز در گفتگوی مجازی با رئیس جمهوری چین در تلاشند این کشور را از ارائه احتمالی تجهیزات نظامی به روسیه منصرف کنند. مقام های غربی معتقدند مسکو از پکن درخواست کمک های نظامی اقتصادی کرده. گفته شده مقام های اروپایی از شی جین پینگ می خواهند از نفوذش برای پایان دادن به جنگ اوکراین استفاده کند. از عباس فیض تحلیلگر مسئله چین درباره سیاست های دولت چین در قبال جنگ اوکراین پرسیدند. کلن به نظر من چین 4 سناریو رو برای سیاست خارجی خودش در واقع در نظر داره که این 4 سناریو رو یکی پس از دیگری داره الان در واقع آزمایش میکنه تا ببینه که به کجا میرسه. که اگر فرصتی باشه من میتونم در رابطه با این 4 سناریو برای شما توضیحات بیشتری بدم. بفرمایید. بله، اول سناریوی اول این هستش که مثلا روسیه رو محکوم بکنه تا از این راه ضربه‌ای رو که در واقع به اقتصاد خودش خورده اون رو بتونه خونسا بکنه. اما این زمانی هستش که بتونه همونطور که گفتید از دولت‌های غربی در رابطه با تایوان امتیازاتی بگیره. برای اینکه چین البته یک کشور استبدادی هست، برای چین در همشکستن دموکراسی در تایوان خیلی ارزش بیشتری داره تا ماندن در کنار آقای پوتین. ولی این کار رو خب دولت‌های غربی خیلی هزینه داره براشون انجام نخواهند داد. پس بنابراین چین روسیه رو به نظر نمیاد که به این سادگی محکوم بکنه. دوم این هستش که نقش میانجی بازی بکنه در دعوایی که فرض بکنید به زعم خودش بین آمریکا هست و روسیه، در صورتی که این جنگ در رابطه با اوکراین هست. اما کسی که بخواد نقش میانجی بازی بکنه خب نباید طرف جانب یکی. اگر اون دو سناریوی دیگر رو هم سریع بفرمایید چون وقت برنامه ما نیست. اون دو تا سناریوی دیگه این هستش که یکی به تشکلی از دولت‌ها باشه که بتونه در مقابل غرب سر پای خودش بیسته که ارتباط پیدا میکنه به سفر وزیر خارجه چین به کشورهای مختلف. این یکی هست که اون هم به جایی به اون صورت نمیرسه. پس میاد سناریوی چهارم چیه؟ سناریوی چهارم این هستش که آیا میشود با اروپا هم پیمان بشه یا نه؟ و این چیزی هستش که ما در واقع صحبتش رو در رابطه با این جلسه ای که امروز صبح برگزار شد با آقای نخست وزیر چین و جلسه ای که با خود آقای شی جین پینگ برگزار خواهد شد ما میبینیم. گفتگویی بود با عباس فیض تحلیلگر مسائل چین. تا چند ساعت دیگر در دوحه پایتخت قطر مراسم قرعه کشی جام جهانی 2022 برگزار میشه و تیم‌های راه یافته به جام جهانی حریف‌های خود را خواهند شناخت. به دلیل همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین برای اولین بار این قرعه کشی در حالی انجام میشه که هنوز همه تیم‌های حاضر در این قرعه کشی در این دوره مشخص نشدن. پوریا ژافره همکارم از دوحه با ماست. پوریا بیشتر به ما بگو در مراسم امروز قرار چه اتفاقاتی بیفته. بله ناجیت، خب طرفداران فوتبال ایران بسیار خوشحال که برای سومین دوره پی‌پی به جام جهانی راه پیدا میکنن. جام جهانی که نزدیکتر از هر موقع دیگه ای هر جای دیگه ای به ایران برگزار میشه در قطر در حاشیه جنوبی خلیج فارس. و خب مسئله قرعه کشی مهمه. در گلدون اول که سرگروه ها هستن، خب قطر قرار گرفته که ایران با قطر همگروه نخواهد شد به خاطر اینکه از کنفدراسیون فوتبال آسیاس. از بین اون 7 تیم دیگه ای که میمونن، ایران قبلا با آرژانتین، اسپانیا، پرتغال توی جام جهانی بازی کرده، برزیل، بلژیک، فرانسه، آرژانتینی که گفتیم بازی کرده و انگلیس تیم هایی هستن که میتونه جالب باشه برای ایران همگروه شدن با اونها که برای اولین بار در جام جهانی باهاشون بازی بکنه. قرار گرفتن ایران توی گلدون سوم، حالا خیلی دوست داشتن که تو گلدون دوم بره، میشد که اتفاقا جور دیگه بیفته اگه که تو اون بازی یکی مونده به آخر به کره جنوبی نمیباختن و بعضی تیم های دیگه به جام جهانی نمیرسیدن، اما دیگه حالا در گلدون سومه. و از جمع تیم های گلدون دوم مکزیک
در جام جهانی 2006 با ایران بازی کرده، هلند در جام جهانی 1978 بار اول که ایران رفت به جام جهانی با آلمان در 98 بازی کردن، دانمارک، اوروگوئه، سوئیس و کرواسی تیم‌های دیگه هستن تو اون گلدون و البته یک تیم بسیار مهم، تیمی که مشکل سیاسی داشته با ایران در 40 خورده سال گذشته بعد از ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در سال 98 هم باهاشون بازی کرده ایران و آمریکا، امکانش هست که دوباره تو این جام جهانی با همدیگه روبرو بشن. در گلدون سوم که تیم‌ها در همگروه ایران هستن نمیتونن حضور داشته باشن، کامرون، کانادا، اکوادور، عربستان سعودی و غانا در گلدون آخر هستن. عربستان سعودی از آسیاست، نمیتونه با ایران همگروه بشه و بعد ببینیم که بقیه تیم‌ها چه نتیجه میگیرن، چون بعضی از تیم‌ها همونطور که در مقدمه خبر گفتیم مشخص نشدن. اما از قرعه کشی که بگذریم، این جام جهانی قطر حاشیه‌های زیادی داشته، دیگه الان رسیدیم به جایی که واقعا دیگه مشخصه که این بازی‌ها اینجا برگزار میشن، استادیوم‌ها آماده هستن و همه چی آماده است. من یه گزارشی تهیه کردم از اینکه قطر چطوری خودش رو رسونده به سال 2022، این رو با هم دیگه ببینیم و بعد برمیگردیم. اینجا دوحه، صحنه برای برگزاری جمع و جورترین جام جهانی تاریخ معاصر آماده است. مسابقه هایی که با نگاهی به تغییرات اقلیمی و آینده کره زمین برگزار می شود. مثل این استادیوم 974 که از 974 کانتینر ساخته شده. اولین استادیوم قابل حمل جهان که در مکان دیگر قابل استفاده خواهد بود. اما این ساخت و ساز هزینه انسانی هم داشته. قطری ها می گویند از میزبانی جام جهانی به عنوان عاملی برای بهبود شرایط کار در این قسمت جهان استفاده کردند. منتقدان اما میگویند این تغییرات باید زودتر اتفاق میافتاد و اگر فشار آنها و نهادهای بین المللی نبود و از کارگران خارجی اینجا هیچ وقت بهتر نمیشد. مسئله دیگر حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی است. قطر میگوید برای این مسابقه ها محدودیتی برای ورود مهمانان وجود ندارد. اولین جام جهانی در جهان عرب، اولین در خاورمیانه. این فرصت خوبی برای مردم کشورهای مختلف با گذشته های مختلف تا بیان اینجا و یاد بگیرن و مردم و فرهنگ های دیگه رو بشناسن. از اینها که بگذریم، همه منتظرند. بعد از دو سال کرونا، حالا کم کم شرایط فوتبال جهان هم مثل بعضی چیزهای دیگر دارد به حالت عادیش برمیگردد. و بدون شک قرعه کشی مهمترین روز رسمی تا هنگام شروع خود مسابقه ها خواهد بود. هیجان برای طرفداران فوتبال در سراسر جهان، به خصوص آنهایی که کشورشان مجوز حضور در این بازی ها را گرفته. و پوریا جعفری همچنان از دوحه قطر با ماست. پوریا، به حاشیه ها اشاره کردی، حاشیه ها برای ایران هم کم نبود، تا حدی که حتی بحث محرومیت از سوی خود مردم ایران پیشنهاد شد برای ایران. درسته ناجیه، تو این گزارشم همونطور که دیدی میبینی که در سال 2022 جایی قرار گرفتیم که چقدر مردم در مورد تبعیض و مسائل اینطوری حساس هستن. یعنی ما داریم میبینیم یک کشور مسلمان، یک کشور عرب، حتی سر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تا چه اندازه دارن نرمش به خرج میدن. این که میگن که همه اونها رو میپذیرن و فقط دوست دارن که اونها رو با فرهنگ خودشون بیشتر آشنا بکنن. خب دیگه ماجرای زنان که دیگه فرای این داستانه، یعنی که داریم نیمی از جمعیت کره زمین رو راجبش صحبت میکنیم و رفتار ایران واقعا نه جای دیگه اتفاق میفته، نه اصلا از طرف هیچ کدوم از این تیم‌هایی که اینجا حضور دارن، حتی از طرف خود مسئولین فوتبال ایران، بازیکن‌های فوتبال ایران، این دیگه قابل قبول نیست. و همونطور که در صحبت‌های جان اینفانتینو هم شنیدیم، میگه که ما این مسئله رو ادامه میدیم و خیلی امیدوارن که حداقل از الان تا آذر ماه یک تغییرات اساسی رو در مورد حضور زنان تو استادیوم‌ها تو ایران ببینن، اگر که ایران میخواد بدون دردسر توی این مسابقه ها حضور داشته باشه. ولی پروسه محروم شدن یه تیم هم پروسه بسیار طولانیه. اون اتفاقایی که راجع به روسیه دیدیم به خاطر شرایط بسیار خاصه. یه سوال دیگه هم دارم که خیلی وقت پیش اینجا در استودیو از تو پرسیده بودم، گفتی خیلی زوده، ولی فکر می‌کنم الان میشه موقع مناسبی باشه که پیش‌بینی تو چیه از اینکه رقبای ایران چه کسانی خواهد بود، چه گروه‌های کشورهایی خواهند بود؟
پیش بینی کرده که خب واقعا سخت علم غیب میخواد که من ندارم، ولی اگه که میخوای بدونی که من واقعا دوست دارم که چه اتفاقی بیفته، من 3 تیم رو دوست دارم که همگروه بشن با ایران. یکی انگلیس هست که اصلا ایران با انگلیس، کشوری که فوتبال رو به ایران آورده سالهای پیش، تا به حال بازی نکرده و کلی تاریخش هم بین هم دیگه دارن. واقعا دوست دارم که سرگروه ایران انگلیس باشه و اون مسابقه تاریخی خواهد بود. بازی کردن با آمریکا هم همیشه واسه ایران جالبه. امکانش هم هست که انگلیس و آمریکا توی گروه ایران باشن و اگه که از اون گلدون چهارم هم بخوام یه تیم رو انتخاب بکنم، اون تیمی که برنده مسابقه اوکراین، اسکاتلند و ولز خواهد شد رو انتخاب میکنم. یه بار با اسکاتلند بازی کردیم قبلا. اوکراین که شرایط جنگی داره و شرایط خاص، بازی بسیار احساساتی خواهد بود اگه که با ایران بازی بکنه، و ولز هم اگه بیاد باز دوباره یکی از کشورهای اصیل فوتبال رو با ایران برای دفعه اول میبینیم که همه اینا میتونن خیلی جالب باشن. حتی یه دونه شون هم اگه که بیاد امشب در گروه ایران، من خوشحال خواهم بود. چند ساعت بعد مشخص میشه این، ببینیم این خواسته تو آیا به وقوع خواهد پیوست یا نه. پوریا ژافره همکارم از دوحه قطر با ماست. بعد بگم که امشب ما هم اینجا برنامه ویژه‌ای داریم به همین موضوع، به همین رویداد میپردازه، ساعت 10 شب به وقت تهران. تلویزیون تمدن که یک کانال تلویزیونی شیعیان در کابل است، گفته طالبان از آنها خواسته پخش تمام سریال‌های تلویزیونی خارجی را متوقف کند. محمد رحمتی مدیر مسئول این تلویزیون در توییتی نوشته این ممنوعیت حتی شامل سریال‌هایی با محتوای اسلامی هم می‌شود. همزمان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از شدت گرفتن محدودیت رسانه‌ها در افغانستان خبر داده و گفته طالبان در چند روز گذشته دست کم 8 روزنامه‌نگار را بازداشت کردند. این نهاد همچنین به توقف پخش اخبار بی بی سی و چند رسانه بین المللی از طریق همکاران محلی آنها در افغانستان اشاره کرده. ضیاء شهریار همکار اینجا در استودیو با ماست. به نظر میرسه که تعداد مطالبی که هر روز طالبان از تلویزیون ها میخوان پخش نشه در حال افزایش هست ضیاء. بله، از جمله امروز تلویزیون تمدن که بیشتر سریال های ایرانی پخش میکنه و سریال هایی که محبوبیت زیاده در بین مردم افغانستان داشته، گفته که نهاد استخباراتی طالبا با او تماس گرفته و ازشان خواسته که دیگه هیچ سریال یا فیلم خارجی حتی با محتوای اسلامی را اجازه پخش ندارن و این در پی فشارهایی است که به دیگر رسانه ها از جمله تلویزیون مشهور طلوع وارد شد که سریال ها و فیلم های خارجی را به صورت کامل پخش خود را متوقف کرد. طلوع چند حدود 3 هفته پیش وزارت امر معروف طالبان مکتوب فرستاده بودند که دیگه از این سریال ها پخش نکنند. توضیح ارائه نکرده طالبان که دلیلش چیست و اینکه خب بالاخره این تلویزیون ها که بعضشان 24 ساعت شبانه روزی برنامه دارن چی باید پخش بکنن اصلا. در مورد خبر و در مورد این موضوعات هم میدونیم که سانسور تقویت قوی شده. طالبان اجازه نمیدن که رسانه ها آنطور که بی طرفانه قلم داد میشه گزارش دهی بکنن، دخالت میکنن در شیوه پوشش و خبررسانی به صورت عموم. ما از طالب پرسیدیم در این مورد که این تصمیم که سریال ها یا فیلم های خارجی که حتی محتوای اسلامی هم داشته باشه پخش نشه، بنابراین تلویزیون ها و این رسانه ها چی کار باید بکنن، که تا بالا البته واکنش و پاسخی نداشتیم ازشان. متشکرم از تو ضیاء شهریار اینجا در استودیو با ما. ماموران اداره مرزبانی آمریکا مستقر در فرودگاه تورنتو کانادا مانع سفر علیرضا قربانی خواننده به آمریکا شدند. آقای قربانی با ویزای معتبر روز جمعه عازم شهر ایرواین در حومه لس آنجلس بود تا در کنسرت نوروزی بنیاد فرهنگ به همراه ارکستر سمفونیک این شهر اجرا داشته باشد. او ساعتی پیش در ویدیویی در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت وکلایش معتقدند بهانه اداره مرزبانی برای لغو روادید این خواننده ایرانی خدمت سربازی در سپاه بوده. دفتر حقوقی و وکالت بنده در آمریکا با احترام و همه تلاشی که کردن پیگیر این هستن که دلیل اصلی و گزارش رو به صورت قانونی هم از کنسولگری و هم از اون بخش مرزی یا گمرک یا کاستوم فرودگاه تورنتو دریافت بکنن. ولی آنچه که به ذهن این عزیزان میرسه این که دفتر حقوقی میگن که از سال 2019 به این ور قانونی رو تصویب کردن که شامل همه افراد میشه، یعنی هر کسی که به نحوی حتی مثل من که 2 سال از سال 69 تا 71
در سپاه بعد از دیپلمم سرباز بودم و سربازیم رو در سپاه گذروندم، از دادن ویزا و ورود به خاک آمریکا منع میشن و این قانون هم به صورت عمومی در اومده و شامل همه افراد میشه، من هم مثل اونها. این تنها چیزی است که نکته است که به ذهنشون میرسه میتونه شامل حال این ویزا شده باشه. شروین عباچی یکی از وکلای دفتر حقوقی است که برای گرفتن ویزای آمریکا به آقای قربانی کمک کرده. آقای عباچی از شهر نیوجرسی آمریکا الان با ما هستن. آقای عباچی، آقای کنسولگری آمریکا در تورنتو پیش از صدور ویزا برای آقای قربانی از اینکه سربازیشون رو سالها پیش در سپاه گذرانده بودن مطلع بودند؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترمتون. بله، اینها در جریان اینکه آقای قربانی در سپاه سربازیشون رو گذروندن بودن، حتی در پی مصاحبه ویزای آقای قربانی در اواخر ماه فوریه ما درخواستی رو از سفارت مبنی بر ارائه اصل کارت پایان خدمت ایشون دریافت کردیم که متعاقبا تمام مدارک رو همراه با پاسپورت ایشون ارائه دادیم به سفارت. درخواست ویزا در مرحله سفارت مراحل اداری گسترده‌ای رو طی کرد و مورد بازرسی امنیتی قرار گرفت که بیش از 2 هفته طول کشید تا سفارت بتونه مجوز صدور ویزا رو از وزارت امور خارجه در واشنگتن دریافت کنه که منجر شد ویزا در آخرین لحظه صادر بشه. نه تنها هم سفارت و هم واشنگتن از صدور ویزا قبل از صدور ویزا از خدمت سربازی اطلاع داشتن، بلکه واجب شرایط بودن آقای قربانی و عوامل مرتبط با امنیت ایشون قبلا در موارد متعددی توسط چند کنسولگری دیگه ارزیابی شده بوده و آقای قربانی قبلا چندین بار وارد آمریکا شده بوده. چرا چنین اتفاق میفته؟ یک اداره ویزا صادر میکنه، اداره دیگه لغو میکنه اون رو. ببینید، ویزا خب هیچ وقت هیچ گارانتی نیست برای اینکه کسی بتونه وارد خاک آمریکا بشه. افسر گمرک و گشت مرزی میتونن بنا به صلاح دید خودشون در بنادر مرزی ویزا رو باطل کنن یا لغو کنن. متاسفانه تو این جور مواقع افسر گمرک اطلاعات یا آموزش مناسب ندارن و بر اساس خوانش اشتباهی که از قانون دارن این کار رو انجام میدن. و از نظر حقوقی چه گزینه‌های دیگری برای حل این مشکل وجود داره؟ می‌دونیم که این اتفاق برای دیگران هم داره می‌افته. درسته. از نظر حقوقی در مورد آقای قربانی ما تا جایی که امکانش هست موضوع رو پیگیری می‌کنیم. ما درخواست دادیم بنابر قانون اطلاعات آزاد در آمریکا که تمام مدارک و اتفاقاتی که حول این رویداد افتاده برای ما ارسال بشه. ولی در نهایت ما فکر میکنم که بتونیم از دادگاه‌ها خواهش بکنیم که یا تفسیر شفافی از این قانون ارائه بدن یا استثناءاتی رو برای هر پرونده قائل بشن. در این تصمیم‌ها مستلزم یه نتیجه غیر اختیاریه، به این معنی که هر افسر گمرک باید از پروتکل روشنی پیروی کنه، نه فقط تحت یک اقدام اختیاری مبتنی بر فرضیات اشتباه. همونطوری که اینجا می‌بینیم این ممنوعیت بسیار گسترده و ناکارآمد. از سال 2019 هزاران خانواده تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتن و به دلیل عدم وجود معافیت و یا استثناء ویزاها رد شده. در نهایت این یه امریه که فراتر از امر قانونیه و مستلزم پشتیبانی‌های سیاسی است که نهاد قانونگذار بتونه یک قانون مشخصی رو اینجا وضع بکنه که استثناءاتی برای افرادی که مشکل. به صورت غیر اختیاری در سپاه خدمت کردن بتونه وارد بشه. شروین عباچی از وکلای دفتر حقوقی که ویزای آمریکای آقای قربانی رو برای گرفتنش کمک کرده بودیم، متشکرم از شما. از شهر نیوجرسی آمریکا با ما بودید. در ایران بیانیه بیش از 170 زن دست‌اندرکار سینما درباره خشونت‌ها و آزارهای جنسی سیستماتیک بازتاب‌های زیادی داشته. در این بیانیه به بخشی از مصادیق آنچه خشونت سیستماتیک علیه زنان سینمای ایران خوانده شده اشاره شده است. پوران درخشنده، هدیه تهرانی، نیکی کریمی، فرشته حسینی، نرگس آبیار از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. با این حال مسئولان سینمایی هنوز واکنشی نشان ندادند.
فرنوش امیرشاهی در گزارشش میگوید خانه سینما در حمایت از زنان سینما در برابر آزارهای جنسی ناموفق بوده. جاش میمونه؟ بالاخره به مرور زمان بهتر میشه دیگه. حالا فوقش هم جاش بمونه. یه خط تو پیشونیت باشه بیشتر ازت حساب میبره. بیشتر از 170 زن دستاندرکار سینمای ایران میگویند که مرور زمان جای زخم خشونت علیه آنها را درمان نکرده. آنها در بیانیه کم سابقه شایعات درگوشی را علنی کردند و از خشونت و آزارهای سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران پرده برداشتند. در بخشی از این بیانیه نوشته شده که هر فرد صاحب قدرت و شهرتی در سینمای ایران از موقعیتش برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری می کند. بیان که نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند. از جمله مصادیق این آزارها، هتک حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد، با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد، اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و در نهایت خشونت جسمی و تجاوز عنوان شده. آنها نوشتن سازوکاری برای بازداشتن فرد صاحب قدرت از ارتکاب به خشونت وجود ندارد. در یک توافق نانوشته اعمال خشونت بر زنان در محیط کاری عادی سازی شده و عواقب جدی متوجه فرد خشونتگر نیست. زنان دستاندرکار سینما یک پیشنهاد عملی هم داشتند. خواستند کمیته مستقل در خانه سینما تشکیل شود که هم آموزش دیده باشند و هم اکثریتش با زنان باشد. این مرد داره هویت انسانی منو نابود میکنه، داره منو از من میگیره. این بیانیه بعد از روایت‌های آزار جنسی در ایران با هشتگ من هم علنی‌ترین و همگرایانه‌ترین اعتراض زنان به آزار است، هرچند که قبلا هم هر از چند گاهی زنی در گوشه‌ای صدای اعتراضش را بلند کرده بود. شما باورتون نمیشه منو چقدر تهدید کردن که اگر راه نیای بیچارت میکنیم، بدبختت میکنیم، حذفت میکنیم، دنبال یک آرزو و یک خواسته ارزشمندی اومدیم، حالا نیومدیم که تن به هزار و یک چیز بدیم. اما این صداها شنیده نشد. مثل سال 95 که 30 بازیگر زن در نامه‌ای به علی اصغر پور محمدی معاون وقت رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی از شرایط پیچیده و غیر اخلاقی تلویزیون گفتند. با اینکه آقای پور محمدی جلسه ای با آنها برگزار کرد، اما فساد اخلاقی در تلویزیون را رد کرد و آن شکایت به جایی نرسید. حتی شورای صنفی سینما، کمیته‌ای که در خانه سینما تأسیس شده تا به آنچه رفتارهای نامتعارف اهالی سینما خوانده شده رسیدگی کند، در عمل کاری از پیش نبرده. اینجا رو ببینید لطفاً. زنان سینمای ایران در 4 دهه گذشته با وجود محدودیت‌های زیادی که بخشی از آن ناشی از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های حکومت است، تلاش کردند که در سینمای ایران تأثیرگذار باشند. بی خبر بودم، واسه همین خیلی هیجان زدم. حالا صداهای پراکنده‌ای که در ادامه جنبش من هم یکی شدند آنقدر بلند بوده که به نظر نمی‌رسد مسئولان سینمای ایران بتوانند با سکوت و رد بخیه بر چهره زنها از کناران عبور کند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.